نمایندگان بغلان در مجلس می گویند که نزدیک های ساعت یک بامداد روز پنجشنبه گروهی از طالبان بر پایگاه های نیروهای امنیتی در شهر کهنه بغلان مرکزی حمله کردند. شهر جدید بغلان به مخاطره جدی است. او طرف باید به مرکز ولایت میه. ما در حوزه شهر جنگ خود داریم. وضعیت نسبت به همه ولایات فعلا در بغلان در ما حساس ترین نقطه خود قرار دارد. نمایندگان بغلان در مجلس میگویند که نزدیک به 200 تن از نیروهای امنیتی از نزدیک به 5 پایگاه و بیشتر از 10 پاسگاه نیروهای ارتش با همه تجهیزات و مهماتشان به طالبان تسلیم شدند، اما 50 تن دیگر از نیروهای امنیتی به شهر جدید بغلان مرکزی عقب نشینی کردند. طالبان نیز در اعلامیه‌ای میگویند که نزدیک به 200 تن از نیروهای امنیتی با جنگ افزارها، تانک‌ها و وسایل دیگرشان به این گروه پیوستند. دا خبر ده چې د جنگ کولو مقابله نه لري ورته، یا دا خبر ده چې یو تړون ورسره لري، یو هغه ورسره لري ساحه قصدي ورته پرېږدي، نو بناً نیول او عقب نشینی زما په نظر باندې کوم متفاوت نوم نه ده. یکی از سربازان ارتش که نمیخواهد از او نام گرفته شود در تماس با طلوع نیوز میگوید که شمار مهاجمان طالب به 400 تن میرسد. این سرباز ارتش میگوید که با مسئولان وزارت دفاع ملی به تماس شده بودند، اما آنها در این باره اقدامی نکردند. غفلت وظیفوی باعث از این میشه که ما ولایت را از دست بدیم، نامنی ها بیشتر شود، گسترش پیدا بکنند. وزارت دفاع ملی تسلیم شدن نیروهای ارتش را رد میکند. چون دخمن د خلکو له کورونو او مقدس او اماکنو څخه د سپر په توګه ګټه اخیستې ده، زموږ عملیات په خاصې پاملرنې سره ترسره کیږي، چون عام خلکو ته تلفات ونه وړي او ډیر ژر په وضعیت په دې سیمو کې کاملا عادي شي. افزون بر بغلان و بلخ، کندوز، هلمند، کندهار، غزنی، لوګر، زابل، هرات، بادغیس و فراه نیز گواه درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان بودند.